همه مشکلاتی که داشتیم با همه مسائلی که اشاره شد که کاملا درست، اقتصاد بیمار، صنعت برق، مسائل مشکلات در زمان آقای روحانی، و یه فرصتی بودش که واقعا ما یه توسعه جدی ظرفیت تولید برق رو بدیم با استفاده از پول ناشی از رمزارزها. یعنی این رمزارزها به جای اینکه بشه یه تهدید برای صنعت برق کشور که امروز شده، میتونست یک فرصت جدی باشه. و متاسفانه برخورد غیر منطقی به جای اینکه بازی بزرگ رو تو ایران رقم بزنه، اینو تبدیل کرد به یک حرکت زیرزمینی و خیلی خیلی محدود. یعنی کل ظرفیت الان تولید رمزارز قانونی ایران در حد یه مزرعه بزرگ تو چین یا نروژ هم امروز نیست. ما تو حوزه رمزارزها یه فرصت طلایی به وجود اومد. یعنی یه فرصتی برای صنعتی که همونجور که آقای عارفان هم اشاره کردن دقیقا مثل فولاد و آلومینیوم و غیره بالاخره مصرف کننده است، با این فرقی که این صنعت رو شما میتونید خاموش روشن کنید، فولاد و آلومینیوم نمیتونید خاموش روشن کنید، و با این خاموش روشن کردن و تنظیم پروفایل مصرف میتونستیم این پروفایل آن بالانس غیر متعادل متعادل مصرف برق ایران رو عملا بیایم پوشش بدیم و مصرف رو متعادل کنیم، به یه طرف دیگه پیکسابی بکنیم. ببینید، ما با فرض اینی که مثلا 60,000 نیروگاه مگاوات نیروگاه عملیاتی داریم، برقابی ها رو بزنیم کنار، نیروگاه فرسوده رو بزنیم کنار، با فرض 320 روز در سال کار کرد، به یه چیز حلوش 450 میلیارد کیلووات ساعت ظرفیت تولید میرسیم. کل مصرف پارسال 270 تا بوده. یعنی یه بخش عمده از این دارایی عظیم ارزشمند ملی بیکار افتاده. اگر درست اقدام شده بود، اعتماد سازی شده بود، ساختار درست چیده شده بود، میتونستیم یه ترتیب بدیم تو همون کوتاه مدت، مثلا تو 2 سال اول این تولید مازادی که رومیز مونده تولید نشده چون مصرف کننده نداشته، بیاد تو بازی رمزارزها، درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنه، درآمد خیلی خوبی برای وزارت نیرو و تولید کنندگان برق ایجاد کنه، و فارمای بزرگ تو ایران شکل بدیم، فارمای چند صد مگاواتی مثل اونی که تو کشور پیشرفته اتفاق افتاده، و بعد میتونستیم به این فارما ما یه تسهیلات بدیم، میگیم قیمت گاز شما برای مثلا 5 سال آینده این عدده، این عدد واقعی، عدد خوب، نه اعداد خنده داری که امروز مثلا شرکت گاز رفته سراغش، شما برید نیروگاه خودتونو بزنید. و الان مثلا میتونستیم 3 گیگاوات 5 گیگاوات نیروگاه مثلا ماینرهای کریپتوکارنسی رو داشته باشیم، تو این شرایط بحران بیاد تو مدار، اونا میتونستن دستگاه خودشون رو خاموش کنن، میان برق به شبکه بدن. چرا این اتفاق نیفتاد؟ مثل همه داستانی که الان صحبت شد، تجدید پذیر غیره، این اتفاق نیفتاد. اساسا موضوع اینه که یک، بخش خصوصی اعتمادش رو دولت از دست داده، دو، اصلا خود دولت هم نمیاد یک سیاست بلند مدت بذاره، بگه من 5 سال روی این سیاست وای میستم، میگن قیمت گاز یا برق برای امسال انقدر، سال دیگه هرچی مدلمون خواست میشه. و ببینید، شما انتظار بازی برد برد، value creation، یعنی entrepreneurship که value create میکنه هم برای خودش هم برای اقتصاد ملی، نمیتونی توی یه کار کوتاه مدت داشته باشه. کارهایی که واقعا value create میکنه by definition یه کار medium to long term. ولی متاسفانه ما یه فضایی ایجاد کردیم که فقط همه دارن یک افق 1 تا 2 ساله رو نگاه میکنن، اما در افق 1 تا 2 ساله غیر ممکنه یه فعالیت ریشه‌ای بتونه شکل بگیره. خب حالا پس در این شکل بفرمایید از شما، پس شما رمز ارزها رو یک وضع، چون تصویری که از رمز ارزها داده میشه اینه که به صورت مخفیانه زیرزمینی گروه های مافیایی دارن انجام میدن و پدر صنعت برق رو ایران رو هم در آوردن، احتمالاً منافعش هم تو جیب عده میره. حالا بی بی سی دیروز لطف کرد و تو پریروز تو برنامه‌شون گفتن که احتمالاً کار حکومت برای دور زدن تحریم هاست و برای همینه که رمز ارزها هستن و اونها هم عملاً دلیل اصلی فروپاشی گرید و شبکه برق ایران هستن. ولی شما نگاهتون به رمز ارزها متفاوته، شما رمز ارزها رو اونقدر چیز مخوف و ترسناک نمی‌بینید. من اولا موضوع استخراج غیرقانونی و زیرزمینی مقصر اصلیش خود دولت و در رأسش وزارت نیرو بود، با گذاشتن یک سیاست غیر منطقی به جای اینکه بازی بزرگ ارگانایز تمیز رو زمین رو شکل بده، یه بخشی اینو فرستاد زیر زمین، و در اصل این بخش زیرزمینی هم برآورد ما اینه که در محدوده 1% ظرفیت تولید برق کشور خیلی 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 بخوایم بدی نگاه کنیم، یکونیم یکونیم درصد، پس اصلا نمیشه گفت مسئول این قضیه است. چرا میگم فرصت؟ برای اینکه همونجوری که عرض کردم، ما ظرفیت مازاد تولید برق داریم و این تنها مصرفی که میتونه، اولا مصرف آب نداره برعکس فولاد و غیره، آلودگی نداره و دقیقا میتونه خودش رو با پروفایل بار و تولید کشور تنظیم کنه.
در ساعاتی خاموش بشه، در ساعاتی روشن بشه، و خودش هم میتونه پس فردا نیروگاه خودش رو بزنه، چه تجدید پذیر چه حرارتی، و با اون نیروگاه حتی بیاد به کمک شبکه کشور، به کمک شبکه برقی کشور، و بعدم برای کشور، برای وزارت نیرو، برای صنعت کشور درآمد ایجاد کنه، فرصت های شغلی ایجاد کنه. چرا باید تهدید باشه؟ برای اینکه بالا اولا اینکه همین که شما میگید امر ناشناخته ایه، هیچ وقت توضیح ندادن، میگن که در زیر زمین ها انجام میدن، بخشش متعلق به نیروهای نظامیه، بخشش در جاهای عجیب اتفاق میفته، هیچ اطلاعی از چند و چونش ما نداریم، برای همین نمیدونیم که اصلا فایدهش چیه و یک امر مرموزی محسوب میشه. ولی شما معتقدی که در کشور پیشرفته ام ماینرها دارن عمل میکنن و دارن تولید ثروت میکنن و این ثروت میتونه ثروت عمومی باشه، یعنی متعلق به محفل و گروه خاصی نیستش، درسته؟ دقیقاً که درست برخورد چه میتونه این باشه. این استخراج زیرزمینی هم اتفاقاً این ببینید اصولاً کشور ما یک کشور شایع زده هیجانیه. یه زمانی هر آنچه جذاب و پردرآمد بود مال خاندان هاشمی بود، بعداً یه مدت دیگه این شایعات و مردم ایران دوست دارن. یه زمان خاندان هاشمی مالک نمیدونم هر پروژه جالبی تو ایران بود، میگفتن مال خانواده هاشمی، یادم میگفتن تو کانادا هم بزرگراه دارن، بعدن شد کسان دیگری، بعدن شد سپاه، حالا شد این اصلا این شایعات شایعه است، واقعا این نیست. نخیر نیست. اون ماینینگ زیر زمین هم اتفاقا بسیار خرد و پخش همین گوشه خونه های مردم و غیره و ایناست.